قصه ای؟ آدم و هوا شروع میشه. اونا که به شیطان گوش کردن نده خدا. بیفرمونی سبب میشه که ارتباط با خدای بین بره. اونا اولین کسایی بودن که خود گناه خو مرگ یاردن. اونا کوشش کردن تا خود بلک های درخت خور بپوشن. اما خدا از پیچه کردن کارهای اونا ناراضی بود. اما خدا اونا خود پست حیوان پوشند. خدا اولین حیوان رو قربانی کرد که شرم انسان را بپوشه. آدم و حوا دو کودک داشتن، هابیل و قابیل. قابیل از زمینهای خو که حاصل گرفته بود به خدا داد. هابیل حیوان قربانی کرد به خداوند. خدا از قربانی هابیل خوش اومد، نه قربانی قابیل. به خاطری که مزد گناه مرگ و کفاره آن باید باریختن خون شود. حسادت قابیل سبب شد که برار خور بکشن و انسانها را به کشتار بکشن. صدها سال بعد شرارت انسانها به قدری بسیار شید که گفت هیچ کس لایق زنده موندن نداره دیگه. هیچ کس غیر از نو و فامیل او. خدا به نوح امر کرد که کشتی کلان تیار کنه و یک پیغام هم گفت بگویه. غضب خدا براه، فقط یک راه فرار است که او هم کشتیه. قوم های نوح او را مسخره کردن تا که بارش از آسمان شروع کرد. بارش کردن و از تای زمین او می آمد بالا و مردم هم آماده نبودن. طوفان همه انسان ها و حیوان ها را عیبین برد و خلق به خاطر گناه خود جزا دیدن. فقط نوح و خانواده خو و حیوان ها خو که خداوند به کشتی یارد نجات یافتند. بعد او ابراهیم پدر ایمان آمد. خداوند با او امر کرد که فرزند خور ببر سر کو و او را برای من قربونی کن. ابراهیم از این امر خدا دق بود، اما از امر او پیروی کرد. او ایمان خور به عمل اثبات کرد و فرزند خور بر سر کوه برد. دم که ابراهیم میخواست فرزند خور قربونی کنه، خدا مانع شد. به جای از او خدا یک حیوان را آمده کرد که به جای بچه ابراهیم قربانی شد. حیوان آمده جاگزین شد و زندگی بچه را خرید. خون به بدل خون، زندگی به بدل زندگی. 400 سال بعد خداوند موسی را روان کرد تا مردم اسرائیل را به بیرون از مصر راهنمایی کنه. فرعون پادشاه مصر با این کار مخالف بود. پس خداوند با 10 بلای آسمونی او را جزا داد. آخرین بلایی که خداوند فرستاد فرشته مرگ بود که اول باری پسر هر خانه را بکشه. مگه کسایی که به قربانی امر شده بودند و خون قربانی را بروی خانه های خوب پاشند؟ اگر فرشته مرگ خون را ببینه میفهمه که بچه این خانه باز خریده شده. یهودیا یا مصرها، غلام یا آزاد، اگر از امر خدا اطاعت کنن بچه هاشو نجات پیدا میکنه، اگر نه او شب پیشگوی موسی اتفاق افتاد. گریه و ناله همه خانه هایی را بگیره که رحمت خداوند را رد کرده بودن. بعدتر موسی تورات را به مردم رسان که در آن خداوند قواعد را برای بخشش گناه تعیین کرده. شخص گناهکار باید قربانی را پیش کاهن ببرد، دست خور را بالای سر حیوان بگذارد، به این مفهوم که گناه او به حیوان منتقل میشه. حیوان قربانی میشه، خون ریخته میشه تا گناه شخص پوشیده شه. حضرت داوود و پیغمبرای دیگه از تورات اطاعت میکردند، اما به این فکر بودند آیا واقعا خون حیوان گناه انسان را میپوشونه و یا اینکه این نشانه ایست که به آینده اشارت میکنه. داوود پیشگویی میکنه که پادشاه نجات دهنده میایه. از نسل داوود کسی خواهد آمد که با اقتدار فرمان روایی خواهد کرد. شخص خوشقلب و شکست نفس خواهد بود. نجات دهندهی بیگناه، معصوم، پاک و کامل خواهد بود. او درد و رنج خواهد دید و شایسته قربونی خواهد بود. او بهترین قربونی خواهد بود.
مسیح به آخور به دنیا آمد، زیرا هیچ کی اتاق برای او نداد. مسیح از یک دختر باکره به دنیا آمد، از نسل داوود، اما فقیر به دنیا آمد. چوپان‌های فقیر و حکیمان ثروتمند مشرق زمین به احترام این طفل آمدند، شهادت دادند که این همان نجات دهنده ایست که خداوند وعده داده بود. مسیح صلح، محبت، صداقت و فروتنی را تبلیغ می‌کرد. او یک نجار فروتن اما یک فیلسوف بزرگ بود. او منافق‌های مذهبی را عصبانی ساخته بود، کسایی که به اعمال مذهبی توجه داشتند تا به محبت خدا. او در بین فقیران، خطاکاران، فروتنان محبوب بود. او کر، کور، فلج و جن‌زده‌ها را شفا می‌داد. او حتی مرده را زنده کرد. مردی بود که خانه نداشت اما معلم فوق‌العاده بود. مردی بود که عاشقان خدا را به زندگی کامل دعوت می‌کرد. مسیح حتی خداوند را پدر صدا می‌کرد و به انسان فرماند که خداوند شما را دوست دارد مثل پدر. خداوند می‌خواست رابطه او با بشر مثل پدر و فرزند باشد، اما یک مشکل وجود داشت. انسان گناهکار و خداوند قدوس. گناه به وسیله آدم آمد، باعث شد که انسان از خدا دور شود. نجات دهنده می‌دانست که برای برگشت انسان به سوی خداوند چه کار را انجام دهد. حضرت یحیی در باره مسیح نبوت می‌کرد: ببینین، آن است برای خداوند که گناه بشر را برمی‌دارد. مسیح آن نجات دهنده و قربانی کامله که برای بشر انتخاب شده. مسیح هیچ وقت مرتکب گناه نشد. او پاک، بی عیب، کامل و شایسته بود تا کفاره گناه بشر را بدهد. بی گناهی بهای گناهی گناهکاران را می دهد. پاک در مقابل ناپاک مبادله می شه. اون طبق اراده پدر این کار را انجام داد تا بهای گناهی بشر را پرداخت کنه، تا بشر را از بردگی گناه آزاد کنه، تا بازگرداند چیز را که آدم از دست داده بود، رابطه کامل با خداوند. مسیح روی صلیب مرد. این کار را طبق اراده پدر انجام داد. خداوند مسیح را قربانی نمود، همانطور که انبیا نبوت کرده بود. مسیح از خداوند اطاعت میکنه، یعنی همان بره خداوند که کفاره گناه بشر را پرداخت میکنه. گناهی من، گناه تو. اما اونجا متوقف نشید. سه روز بعد خداوند مسیح را از دنیای مردگان بلند، همانطور که وعده داده بود، به کسایی که به او ایمان دارد ثابت شود که آنها هم برخواسته خواهند شد تا حیات جاودان داشته باشند. بعد از آن مسیح به شاگردهای خود وعده داده که برمی گرده، اما آن زمان مثل یک قاضی و پادشاهی عادل. مسیح تحفه خداوند برای انسان است تا در گناه نمیرند و از خدا دور نشند. با پذیرفتن قربانی مسیح انسان میتونه رابطه کامل خود و خدا دوباره دریابد. این تحفه زمانی از شما میشه که قبول کنید.